با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این سومین روز از نهمین ماه در چهاردهمین سال از سومین هزاره، خوشحال و خرسند از اینکه این برنامه ها مورد توجه شما نازنینان واقع شده است. این رو از این جهت میگم که هر روز که نگاه میکنی به لاگ وبسایت و در حقیقت به یوتیوب ها نگاه میکنی، خب میبینی ارقام خوبی است در حد ما، در حد تلویزیون میهن رقم ها بسیار خوبه. برای اینکه و بعد هم همواره تکرار کردم که نوع مخاطب در حقیقت اونجاست که ارزش هر رسانه رو تعیین میکنه. من خوشحالم که شما مخاطب برنامه ما هستید. امروز هم همونطوری که از هفته گذشته به عرض رسوندم، امروز گفتگو خواهیم کرد با آقای ایرج مصداقی. برات آقای مصداقی خواهد پرسید که تو چجوری هفته پیش این قول رو دادی؟ گفتم من بعدش خواهم رسون که من به مهر شما باور دارم و میدونم که شما هیچ وقت دعوت ما رو رد نمیکنی. به هر حال امروز گفتگو میکنیم با آقای ایرج مصداقی پیرامون مسائل جاری و مقالات که نوشتن و صحبت خواهیم کرد. من در ارتباط با این مقاله اخیرشون که آزادی در حقیقت متهمین ترور دانشمندای هسته‌ای رو شامل میشه، وقتی مقاله مفصلی هم هست، میخوام قبل از اینکه به این موضوع بپردازیم بریم سر یه خبره که امروز داره میگرده و اونی که آقای مرتضوی رو بردن دادگاه و گفته که من 400 میلیارد قرارداد بسته ین ژاپنی، قرارداد بسته با اون بابک زنجانی. و من پرسش اساسی اینه که آیا واقعا نظام جمهوری اسلامی توان گرفتن و دستگیر کردن این یاران خودشو داره نداره؟ و با توجه به اطلاعاتی که ایشون داره و رو این موضوع داره کار میکنه شبانه روز، خواهم بپرسم اینم که این داستان بگیر و ببندها رو ایرج مصداقی چگونه برای ما تعریف میکنه. پس بنابراین اجازه بدید که وقت رو بیش از این ضایع نکنم. از طرف خودم شما خوبان علاقمندان سلام کنم با آقای مصداقی و ازش خواهش کنم که اگه ممکنه در این مورد قدری ما رو روشن کنه. آقا من به شما سلام میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب بهبهانی، همچنین خدمت بینندگان عزیز تلویزیون میهن. باید خدمتتون عرض کنم که جمهوری اسلامی هم توانش داره هم نداره. این که میگم داره برای که اگر در مخمصه قرار بگیره، اگر در تنگنا قرار بگیره و اگر منافعش اختزا کنه، هر کسی رو که شما فکر کنید قربانی میکنه. برای نظام جمهوری اسلامی همونطوری که خمینی مشخص کرده، اصل حفظ و بقای نظامه و اصل منافع نظامه. بنابراین بقیه مسائل در واقع فرع بر این اصل هستن. اینه که شما ملاحظه میکنید در جریان قتل‌های زنجیره‌ای سعید امامی یا سعید جان خامنه‌ای دستگیر میشه، به اون طرز فجیع به قتل میرسه، یا همسر سعید امامی دستگیر میشه به اون شکلی که ملاحظه کردید، تحت شکنجه قرار میگیره و حتی کسانی که در وزارت اطلاعات پروژه های تصویب شده در بیت رهبری و وزارت اطلاعات رو اجرا میکردن، به اون شکل به زیر شکنجه برده میشن، به اون شکل تحقیر میشن و مورد اتهامات جنسی قرار میگیرن و ازشون اعتراف میگیرن و اونها رو متهم میکنن به رابطه داشتن با موساد، یهودی بودن، بهایی بودن، بهایی زاده بودن، نمیدونم یهودی زاده بودن و رابطه با دشمن و توطئه علیه نظام جمهوری اسلامی. پس برای نظام جمهوری اسلامی هر کاری ممکنه، منتها بایستی منافعش اختزا کنه. ببینید این نظام نظامی است که احمد خمینی رو به قتل میرسونه، یادگار امام رو. چرا؟ چون منافع نظام اینگونه حکم میکنه. در کجا تصمیم گیری میشه؟ در بالاترین سطح تصمیم گیری میشه. سعید امامی چون شروع کرد به گفتگو راجع به این موضوع کشتنش و راجع به موضوعات دیگه‌ای که میتونست وصل بشه به بیت رهبری، به بالای نظام، بنابراین او رو حذفش کردن. و در نظام جمهوری اسلامی از این موارد زیاد بوده و بعد از این هم خواهد بود. این که انتظار داشته باشیم عدالت اجرا بشه مطلقاً چنین چیزی نیست.
ببینید اون چه که در ارتباط با سعید امامی رفت یا بر خانواده او رفت یا بر قاتلین زنجیره‌ای رفت، ببینید عدالت که نبود، اجرای عدالت که نبود، اجرای قانون که نبود، نه اتفاقا بی عدالتی محض بود، اتفاقا بی قانونی محض بود. بنابراین از نظام جمهوری اسلامی یک چیز رو میتونم بهتون بگم، انتظار عدالت نباید داشت، انتظار رفتار قانونی نباید داشت، انتظار برخورد بر اساس منافع ملی نباید داشت، بر اساس همون قوانین مورد تصویب نظام رو نباید داشت. این رو میتونم بگم. اما اینکه آیا در یه نقطه فردی مثل بابک زنجانی میتونه قربانی بشه؟ بله میتونه قربانی بشه قطعا، منتها منافع نظام رو بایستی دید. آیا میتونه سعید مرتضوی قربانی بشه؟ بله میتونه قربانی بشه. اما باید توجه کنیم تا این نقطه اگر بخوایم نگاه کنیم پروسه رو، خیر، سعید امامی، سعید مرتضوی پشتش به نظام جمهوری اسلامی و نهادهای قدرت گرمه. سعید مرتضوی وقتی به دادگاه میره، همون جلسه اول دادگاه، شما میدونید از در قضات وارد میشه نه از در متهمین، با محافظینش وارد میشه. بنابراین وقتی که تشریفات حتی حضور متهم در دادگاه رو رعایت نمی کنن، شما نمیتونید انتظار داشته باشید که اونجا قانون رو رعایت کنن یا حق رو دنبال بکنن یا به دنبال عدالت باشن. مطمئنن این مسئله تحقق پیدا نمی کنه. یا ملاحظه میکنید در روزهای اخیر دیدید که راننده داره، ایشون چندین محافظ داره، محافظانش رو هم که اگر دیده باشید محافظینشون در حد رده اول مملکت، مسئولین رده اول. بنابراین بودجه عظیمی فقط در ماه صرف حفاظت از ایشون میشه. کسی که متهمه، کسی که کیفرخواست برایش داده شده در موارد مختلف، از شرکت در قتل تا ارتشا، تا میدونید از ایشون پرونده هایی که داره یکی دوتا نیستش که، اصلا به خاطر پرونده های اخلاقیش از استان یزد به تهران فراخونده شده بود و اونجا بود که به خاطر نزدیکی با مؤتلفه نزدیک و در واقع نهادهای قدرت توسط یزدی در تهران موند و بعد هم به اون شکل یواش یواش قدرت گرفت، رفت تو شعبه 1410 رسیدگی به مطبوعات، بعد اومد بالا نزدیکی با بیت رهبری و بعد هم که ملاحظه کردید شد معاون دادستان انقلاب و عمومی تهران و مرد اول تقریبا میتونم بگم بسیاری از قوه قضاییه در بسیاری از پرونده‌ها و قدرت عجیبی رو هم داشت و هیچ کسی و هیچ چیزی نمیتونست او رو حذف کنه. حتی دور دومی که آقای شاهرودی به عنوان رئیس قوه قضایی انتخاب شد، یکی از شروطش ابقای سعید مرتضوی بود. بنابراین نمیشه انتظاری داشت که عدالت رو راجع به سعید مرتضوی اجرا کنن و حتما که به نوعی موضوع رو حل و فصل میکنن. خب میدونید پرونده های دیگه ای هم در نظام مطرحه، پرونده ای که شما ملاحظه کردید، پرونده رحیمی، الان 5 سال داره خاک میخوره. از ابتدای دولت دوم احمدی نژاد او متهم پرونده میدان فاطمی هست، ساختمان خیابون فاطمی هست، بسیاری در قوه قضاییه در نهادهای مختلف دستگیر شدن، متهم ردیف اول ایشون بوده، بقیه متهم شدن، زندانی شدن، حبس گرفتن، ایشون هنوز حکمش مشخص نیست، توی دالان‌های قوه قضاییه میچرخه. و غیر از این میتونید پرونده‌های خیلی دیگه رو هم در همین نظام جمهوری اسلامی شما ملاحظه کنید. اگه قرار بر عدالت بود باید احمدی نژاد رو میآوردن، احمدی نژاد بایستی محاکمه بشه به خاطر میدونید این فساد و ارتشایی که تازه دارن بخشایش رو مطرح میکنن. الان هر روز از صندوق مهر گرفته تا پروژه مهر گرفته تا اعتباراتی که دست مردم دادن، تمام اینها رو میدونید لفت لیست کردن.
میلیاردها دلار که بدهی بالا آوردن، بدهی های خارجی، جدا از این که حالا 100 میلیارد هر ساله اینا بودجه دستشون بوده، بودجه نفتی، یعنی 800 میلیارد دلار فقط ارز اینا نابود کردن. یه نمونش دست آقای بابک زنجانی بوده. ببینید بابک زنجانی که میاد 400، حالا قبلا که میگفتن 4000 میلیارد ایشون قرارداد می‌بنده با سازمان تامین اجتماعی، بر اساس گفته‌های مسئولین نظام، مسئولین قضایی نظام، ایشون 10% بدهیش هم در ایران نداره. صورت املاک ایشون در ایران رو مشخص کردن. ببینید با چه تضمینی ایشون این قرارداد رو امضا می‌کردن باهاش. خب اینا همش بر اساس روابط، بر اساس رانت هاییست که اینا برخوردار بودن و همونطور که مطرح میکنن آقای سعید امامی، سعید مرتضوی تنها نبوده. ببینید 4 وزیر و رئیس بانک مرکزی ایشون تایید کردن که اون پول هنگفت 2,600,000,000 یورویی رو در اختیار این قرار دادن، پول بهش دادن، نفت هم نبوده و امروز مشخص نیست در کجا هست، چه بر سرش اومده و حتی ایشون از چنان حاشیه اهمیتی تا این لحظه برخورداره که خود مقامات نظام میگن ما رو سر میدونه. آقا سر دونه یعنی چی؟ کسی در اوینه. من بازجویی پس دادم و دیدم دیگران رو هم که بازجویی پس میدن. شما ملاحظه بکنید افراد لرزه بر اندامشون میافتاد در اوین بودن، اسم اوین میومد. اوین که خودش ترسناک نیستش که، یه جای خوش آب و هوای تهران هم هست. شاید یه سری افراد نه خیلی ها آرزو کنن در اوین زندگی کنن در اونجا. ترسش از چیه؟ از روابط و مناسبات اونجاست. چرا مرحوم بازرگان میگفت آقا اگه منو بردارم اوین هرچی اونجا گفتم شرطی است لایناست که اینجا میگم؟ چرا اینا رو میگفتن؟ برای اینکه میدونستن اون تو چه خبره. خب حالا من سوالم اینه، این شرایط اوین برای ایشون چطوریه که مسئولین نظام رو سر میدونه و هیچ اتفاق نمیفته؟ چجوریه که هر روز به گونه اینها رو فریب میده و حاضر نیست کوچکترین اطلاعاتی از ثروتش در خارج از کشور بده؟ شما ملاحظه کنید مسئولین نظام دارن دوره میفتن، اینجوری که خودشون مطرح میکنن، در کشورهای دنیا دنبال ثروت این میگردن. خب شما که بهتر میدونید با دوتا چکل عقب میشه خودش بگه کجاست پولش که؟ مگه آگاهی کسی ندیده تو آگاهی چجوری اعتراف میگیرن؟ نظام جمهوری اسلامی مثلا به یه ارزشی پایبنده که حالا مونده سر اینکه ایشون سر به دولتشون. شما فیلمایی که از بازجویی های افراد وابسته به وزارت اطلاعات روی اینترنت هست و ملاحظه کنید، کاری به روز اکبره خوشکوش آوردن که میگه خودم و پدرم و پدر جد و پدر جد و همه یهودی بودیم. خب در شرایط عادی که ایشون نمیگه. چرا نیاز هست مسئولین در دنیا هیئت را بیفته دنبال پول ایشون بگرده؟ خب این که با دوتا چک و لغت خودش میگه که اگه داشته باشه که، یا اگه هر کاری کرده باشه که. من یادم یه موقع مسئولین نظام آقا میگفتی آقا فلان موضوعی که ما گفتیم یا فلان موضوعی که میگفتن آقا ما که مطرح کردیم، مطرح شده تو پرونده که، میگم نه تا با کابل نزنی مطمئن نمیشیم این درسته. خب چطوریه سر آقای بابک زنجانی که میشه هیچ کدوم از این مسائل مطرح نمیشه؟ خب معلومه که بابک زنجانی تنها نیست، بخشی از نظام همراه او هست، پشتیبان او هست، منافعشو در هم گره خورده. بنابراین نمیشه انتظار داشت. حالا سعید مرتضوی که دیگه بدتر. سعید مرتضوی گفتم پرونده اخلاقی داره، تو پرونده تامین اجتماعی پاشگیره، تو پرونده کهریزک پاشگیره، قبلش تو پرونده کنکور، سوالات کنکور پاشگیر بود، قبلتر از اون تو پرونده خانم زهرا کاظمی پاشگیر بود. و شما ببینید تمام این پرونده ها هر گونه شما فسادی رو بگید ایشون داشته.
ولی خب هنوز محافظ داره. کسی که تو نظام با محافظ این طرف اون طرف میره که نمیتونید انتظار اجرای عدالت در ارتباط باهاش داشته باشید. از این بزرگ شما که آقای مصداقی یه خواهش ازت بکنم، اینه که یه ذره سر دوربینتون رو بدیم بالا که سر شما یه ذره نه آه خوب شد دست در نکن. خیلی ممنون. از این بزرگ شما بسیار عالی. از این روشن شد در حقیقت برای ما که اون چی که مهم است این استش که در اون نظام پدیدهی به نام عدالت وجود نداره، ولی میبینی که یه مرتبه میرن سراغ رویانیان مار پرسپولیس سردار. اون اتفاق چیه؟ چرا شما چون تو فوتبال و ورزشا کار کردی میخوام ببینم که اونو چجوری تعریف میکنی؟ چرا یخه اونو یه مرتبه این وسط زمین هوا رفتن سراغ اون؟ چه انگیزه سیاسی پشت این قضیه نهفته است؟ ببینید به خاطر اینکه مسئله رویانیان هم مسئله فقط فوتبال که نیست که، چون ایشون یکی از افرادی بود که در اون ستاد سوخت بود. در ستاد سوخت میدونید میلیاردها دلار حیف و میل شده، بخشش برمیگرده به مسئله فوتبال، چون همون کسایی که تو پروژه سوخت فعال بودن همونا کسایی بودن که اومدن تو فوتبال، اومدن در واقع تیمداری کردن، بعد از فوتبال رفتن تو پروژه مسکن مهر. بنابراین پرونده‌ای که آقای رویانیان داره پرونده سوخته، ستاد سوخته. و خب یه مسئله که در اینجا هست درگیری جناحیه. ببینید یک عده منافعشون هم بر این قرار گرفته که افراد وابسته به احمدی نژاد رو بکوبن. خب برادرای لاریجانی همینطورن. برادران لاریجانی به خاطر اون داستانی که احمدی نژاد پیشو برد برای فاضل لاریجانی، امروز به دنبال این هستن که به نوعی به نزدیکان احمدی نژاد تا اونجایی که ممکن هست فشار وارد کنن و به احمدی نژاد فشار وارد کنن. این واقعیت یه بخشی از مسئله است. یه بخشی هم در واقع خود این پرونده هاست. ولی این کار به جایی میرسه یا نه، خب شما ملاحظه میکنید آقای رویانیان خب بلافاصله آزاد میشه و بعد هم امروز در واقع در کار خودش حضور پیدا میکنه. او یه پستی هم در ستاد مشترک ارتش داره و در فرماندهی کل قوا در اونجا هست، پست نظامیش رو داره، ولی خب پاش هم در اینجا گیره. ولی اینکه آیا عدالت را جداش اجرا میشه؟ نه قطعا نمیشه. آیا پیگیری میشه پرونده؟ نه مطمئنا نمیشه. اگر نیاز باشه یه عده این وسط قربانی خواهند شد، اما به مهره های اصلی هیچ موقع نخواهند رسید و مهرهای اصلی هیچ موقع مجازات نخواهند شد، عدالت در موردشون اجرا نخواهد شد. این رو من میتونم بگم. وگرنه اینکه حالا چرا رویانیان، بله رویانیان به خاطر اینکه وابستگی داشت به احمدی نژاد و موضوع پرونده سوخت، ستاد سوخت ابعاد نجومی داره، میدونید ابعاد نجومی داره، اون تعویض ماشین ها، چون این ماشین های از رد خارج رو، اتومبیل های از رد خارج رو یا اتومبیل هایی که در واقع میبایستی از رد خارج میکردن به جاش اتومبیل نو میگرفتن. اول از اون که در این پروژه لفت و لیست عجیبی شده و شاکیان بسیاری هم داره و بحران برای نظام هم تولید شده بود. حالا این یه بخش از قضیه است که از پرده بیرون افتاده راجع به ستاد سوخت، و وگرنه که موضوع ابعاد بسیار بسیار وسیعی داره و خب این حلقه ضعیف‌تر بوده احتمالاً. حالا به جای اینکه مثلا به رحیم مشایی بپردازن فعلا به ایشون پرداختن. بله. صحبت ستاد سوخت شد و اینکه چه پولای اونجا نجومی به قول شما لفتولیس شده، بحث آقای مهدی هاشمی هم وسط هست دیگه، اونم به حال به عنوان مسئول این کار الان یکی از موضوعات که رو پرونده شرف میزنه اینه. و اخیراً یک نواری رو آقای بیژن فرودی بیرون داده که با این آدم مصاحبه کرده. ما پیش از این هم یه نواری رو از نیکوهنگ کوسر دیدیم که او هم یه نواری رو منتشر کرد در ارتباط با ماجرای کوسری
و میخواستم ببینم که این ماجرای نواربازی ها رو شما چجوری بهش نگاه میکنی؟ حالا ضمن این که حالا این کار که آقای فرید کرده کار اخلاقی است یا نه، برای اینکه بهش میگه که ضبط نمیکنی، اون میگه نه، ولی بعدن میگه من ضبط کردم و خب این کار از اخلاقی فکر میکنم کار درستی نباشه. میخواستم ببینم که از این مپس چه نتیجه‌ای میشه گرفت، چیه ماجرا، چی این نوارا رو چجوری نگاه میکنی شما بهش؟ ببینید، من راجع به منشأ این نوارها اطلاعی دقیق ندارم، اما راجع به نوارهای قبلی تقریبا تردیدی ندارم که از طریق خودشون لو رفت، تردیدی ندارم که موضوع در واقع وکلای آقای مهدی هاشمی به این نوارها دست پیدا کرده بودن در کانادا و بهشون هشدار داده شده بود و در واقع نوارها به نوعی از طرف خود مهدی هاشمی یا جریان مهدی هاشمی لو رفته بود. حالا اینکه چه منفعتی رو دنبال میکنن، چه چیزی پشتش هست، مشخص نیست، و اینکه آیا این رو اهرام فشاری هست روی خامنه ای یا روابط درونی نظام به چه شکل است و این بدوبستونا به چه شکله، این رو نمیتونم با زرس قاطع بگم، اما تردیدی ندارم. ببینید، این موضوع دو تا وجه داشت. یکیش مسئولین یعنی آقای بوذری بودن که شاکی پرونده هستن، آقای هوشنگ بوذری، و یکی آقای مهدی هاشمی. من تردیدی ندارم از اون طرف لو نرفته و به نظر من آقای نیک آهنگ کوثر هم در این مسئله دستی نداشته و مسئله از طریق خود اونها به نظر من لو رفته. چرا نمیدونم. تعداد نوارها بیشتر بوده، خیلی بیش از اونی بود که انتشار پیدا کرد و حالا چرا همشو منتشر نکردن باز نمیدونم. ولی میدونید یه موضوعی رو من باید خدمتتون بگم، نظام جمهوری اسلامی با همه نظام‌های متعارف دنیا متفاوته. این نظام رو نمیتونید با بقیه نظام‌ها مقایسه کنید. شما ملاحظه کنید در همین روزهایی که ما داریم با هم صحبت میکنیم، خود بخش‌های درونی نظام دارن تاکید میکنن این کمپینی که علیه خمینی ایجاد شده سرش توی نهادهای قدرت نظام جمهوری اسلامی است، یعنی جوکایی که تولید میکنن. البته خب مردم هم به این مسئله میپردازن، وقتی یه نفر میاد یه جوک میاد روی در واقع آیفونش یا اس ام اس میشه براش، خب این شاید دوبوغش گل بکنه دوتا هم این بگه، اما منشأ مسئله خود نظام جمهوری اسلامی بود، تردیدی در این نیست. درست در زمانی که ببینید، خب خمینی که تازه نمرده که، جوک درست کردنم تازه درست نشده که، تازه باب نشده که، و اصلا الان خمینی دیگه محلی از اعراب نداره، در معادلات او مطرح نیست، یه دفعه شما میبینید که در عرض چند روز، به خصوص در زمانی که بحث بستن نمیدونم وایبر و نمیدونم واتساپ و اینها پیش میاد، درست در زمانی که موضوع پهنای باند اینترنت در ایران، افزایش پهنای باند به وجود میاد، درست در همون روزها، در همون روزهایی که تو مجلس نماز جمعه و اجتماعات مختلف بخشی از نظام محدودیت‌های زیادی رو خواهانش میشن که برای مسئله اینترنت به وجود بیاد، یه دفعه این موضوع میاد وسط. خب تردیدی در این نیست که به صورت هماهنگ مشترک از یه نقطه هم هست و خب منشأ درونی داره. خب در کجای دنیا همچین اتفاقی میفته؟ شما صفحه میکنید مثلا در نمیدونم دوران استالین هم چه اتفاقی میفتاد، در دوران ماو هم چه اتفاقی میفتاد، مثلا در آلمان نمیدونم هیتلری هم چه اتفاقی میفتاد که برای سرکوب بگن آقا بیان به هیتلر فوش بدین،
یا برای سرکوب مثلا بیایم به ماو نمیدونم استالین فوش بدیم؟ نه. مثلا در آلبانی فکر کنم چه اتفاقی میفته، یا امروز در کره هم چه اتفاقی میفته؟ نه. یا حتی در عراق یا در لیبی؟ نه. یا در سوریه؟ ببینید این ویژگی نظام جمهوری اسلامیه. با نظام‌های متعارف نمیشه مقایسش کرد و نباید مقایسش کرد. همه بخش‌های نظام همین قاعده رو بازی می‌کنن. می‌دونید بر اساس همین قواعد بازی می‌کنن، قواعدی که برای خودشون مشخصه. و جناح‌های مختلفه مثل خانواده‌های مافیا می‌مونن. ببینید خانواده‌های مافیا صبح که یارو میاد بیرون توی نمی‌دونم خیابون، یا میبینید این اونو میزنه میکشه، اون این نمیزنه میکشه، ولی در یه چیز مشترکه، اونجایی که پای پلیس میاد وسط، پای دستگاه قضایی میاد وسط، اون منافع مافیا مشترکی که دارن اون رو رعایت میکنن، اما در رقابت‌های درونی همدیگر هم میکشن، سعی میکنن گسترش بدن حوزه نفوذ خودشون رو در مناطق دیگر خانواده ها. این واقعیت هست. در نظام جمهوری اسلامی بیشتر همچین رابطه ای رو ما میبینیم. و حالا اینکه نوار جدید از کجا لو رفته، به چرا آقای فرهودی رو منتشر کردن، موضوعی که هست میگن که این چون دست وزارت اطلاعات افتاده بوده، حالا دست وزارت اطلاعات هم افتاده باشه من نمیدونم چرا باعثی حالا این رو افشا کنن. خب میذاشتن اونا افشا میکردن، اگر واقعی نمیکردن، اگه کامل نمیکردن، بعد ایشون نوار کامل داشتن، میگن آقا کاملش اینه، اینا انقدرش تعریف کردن. من متوجه این موضوع نمیشم، ببیشه که خب مشخصا این بار از طریق آقای فرهودی در این طرف این مسئله رو شده، اما در موضوع قبلی تردیدی ندارم که از طرف خود اینها بودش. یه نکته شما بهش اشاره کردید توی فرمایشاتت و اونه که این نظام رو نمیشه با هیچ نظامی مقایسه کرد، رفتاراش یه رفتار در حقیقت معلومی که ضد اخلاقیه. ما این رفتار رو تو بخشی از این اپوزیسیون مثل مجاهدین هم میبینیم، یعنی مجاهدین به جای اینکه پاسخ قاطع بدن، حتی به من که اصلا هیچ کار حسنم بیرون از میدان هستم، صرفا به خاطر اینکه از شما خواهش میکنم، از آقای دکتر قصیم خواهش میکنم، یا کارهای اسماعیل رو پخش میکنیم، مرتبا زیر تیغ فوش و فضیحتم که من مأمور جمهوری اسلامی هستم، معلوم شد که من مأمور جمهوری اسلامی هستم. و این الان آقای معصومی مطلبی نوشته، نمیدونم، همش سراسر فوشه. و نکته جالبی که تو این داستان وجود داره اینه که این متنا ظاهرا مثل که یه نفر می نویسه اینا رو. میخواستم ببینم که این رو پایمایش رو کجا میدونی؟ وقتی شما اون سوالات رو مطرح میکنی چرا به جای پاسخ فوش میاد؟ من اینا هنوز نتونستم بفهمم که چرا این دوستان به جای اینکه بشینن تأمل کنن شروع میکنن به فحاشی کردن. یا مثلا یه مطلبی رو این آقای محمدی نوشته که در کنگره بخون $10,000 اینا جمع‌آوری کردن، باید اعلام کنن که این $10,000 رو از کجا آوردن، در حالی که یه قلم در پاریس وقتی خانم رجوی رو گرفتن میلیون‌ها دلار رو میزش بود، کش تو خونه‌شون بود. اینا رو نمیفهمم، میشه یه توضیح راجع به اینا برای ما بدی؟ ببینید با خدمت رو عرض کنم، در هر صورت از مجاهدین غیر از این انتظاری نمیره. ببینید اگه قرار بود منطقی برخورد کنن، اگه قرار بود پاسخگو باشن، اگر قرار بود احساس مسئولیت بکنن، اصلا نیازی نبود بنده گزارش 92 یا 93 رو منتشر کنم. بنابراین به خاطر وجود یه همچین فرهنگی، به خاطر وجود همچین رفتارهایی است که نیاز به انتشار گزارش‌های مثل گزارش 92 یا 93 پیش میاد. انتظار غیر از این داشتن از مجاهدین غلطه، اشتباهه. رهبری مجاهدین مطلقاً پاسخگو نیست و این حرکاتی رو هم که صورت میده به خاطر اینه که این حرکاتی که انجام میدن به خاطر اینه که اتفاقاً به موضوع اصلی نپردازن، به خاطر اینکه موضوع اصلی گم بشه. طرح این اتهامات ابلهانه است، در واقع نمیدونم، یا درست کردن القابی که بیشتر شایسته خودشون هست برای منتقدینشون
اقدامی است ابلهانه که در دنیای امروز خریدار نداره، مگر فقط چند تا یا تعداد معدودی از نزدیکان خود مجاهدین رو متقاعد کنه، وگرنه در بیرون از اونها که به اینها میخندن که در بیرون از اونها اتفاقا اینها رو به عنوان شاهدی میگیرن بر صحت ادعاهای مطرح شده و این به ضررشون تموم میشه. منتها خب برای مجاهدین که اینجا اصلا مطرح نیست، مردم مطرح نیستن، افکار عمومی مطرح نیستن، بلکه در واقع حفظ اون چارچوب، حفظ اون تشکیلات، حفظ اون روابط و همون افراد معدودی که هر روز ازشون کاسته میشه، هر روز ازشون میریزه، چون رویشی نیستش که، و همونها رو بخوان حفظ کنن. از این ستون به اون ستون فرجه. بله، فرهنگ مجاهدین متاسفانه در طی این سه دهه به شدت به فرهنگ رژیم نزدیک شده. ببینید شما وقتی که میایید میگید برای سرنگونی نظام ما نیاز داریم به ولی فقیه، نیاز داریم به رهبری عقیدتی، و مسعود رجبی اونو ولی فقیه رو، درست این عرض میکنم خدمتتون، همین عبارت رو، همین کلمه ولی فقیه رو به عنوان عالی ترین شکل مطرح میکنه و میگه بایستی در مجاهدین حضور باشه. ببینید خب وقتی که ولی فقیه میخواد، رفتارهای اون رو هم میخواد. اتفاقا وقتی مسعود رجبی میاد مطرح میکنه، میگه من میگه من نیروی رو میخوام مثل لاجوردی که وقتی به خمینی توهین میکنن میخواد اسلحه بکشه طرف رو بکشه. ببینید او میخواد تولید انبوه لاجوردی در ارتباط با مجاهدین بکنه، و این نگاه و این فرهنگ که توش بازجو در میاد، شکنجگر در میاد در مجاهدین، و همیشه در همه جمع ها، در همه اجتماعات هستن این افراد، زمینه همیشه موجوده. کافیست شما روابط رو به شکلی در واقع به وجود بیارید که این شرایط مساعد باعث بشه که افراد در اونجا به این رفتارها دوچار بشن، یا این رفتارها رو پیشه کنن، یا درشون این خصوصیات رشد بکنه که در مجاهدین کرده متاسفانه. بنابراین میبینید هرچه جلوتر میاد، همه اون چیزایی که به رژیم به نوعی به درستی مجاهدین منتسب میکنن، به درستی دست روش میذارن در ارتباط با رژیم، در ارتباط با خودشون هم صادقه. شما نگاه کنید کاری نیست که اینا به رژیم به درستی روش دست نزنن، خودشون نکنن. مثلا عرض کنم خدمتون، مثلا جداسازی جنسیتی. ببینید جداسازی جنسیتی که در روابط مجاهدین هست، رژیم حالا حالاها باید بود و اتابتون اون رو اجرا کنه. به خواب هم رژیم نمید. اونا که در روابط مجاهدین هستن ازشون بپرسید، ببینید این جداسازی جنسیتی در مجاهدین تا ابعادش تا کجا رفته. خب این یه واقعیته. مجاهدین محکوم میکردن نمیدونم بردن بچه ها رو، من حالا این حقوق بشری هاشو دارم میگم، محکوم میکردن نمیدونم بردن بچه ها رو به جبهه های جنگ. خب خود مجاهدین من کم بردن. شما لیست شهدای مجاهدین، نمیگم اونا که خمینی اعدام کرده ها، حالا بماند وقتی شما به بچه 14-15 ساله میگی برو کوکتل بنداز یا اسلحه دستش میدی، حالا اون بماند. باز هم چون میگم خمینی اعدام کرده، مسئولیت آقای مسعود رجبی خیلی که البته هست، ولی که حالا بحث من اینه، شما ببینید در لیست شهدای مجاهدین رو ببینید، ببینید بچه 14 ساله و 15 ساله خودشون نوشتن تو عملیات فروغ بردن، میگن به اصرار خودش رفته. خب مگر خیلی از این بچه‌ها که جبهه می‌رفتن به اصرار خودشون نمی‌رفتن؟ حتی شناسنامه‌هاشون دستکاری می‌کردن. چرا محکوم بود؟ کاری نیست مجاهد. ببینید از اروپا و امریکا بچه‌های 14-15 ساله رو بردن. خب بچه اسماعیل وفا یغمایی، امیر یغمایی سنش مشخصه، 15 سالش بود بردنش آخه. و اینا کم نبودن، یکی دوتا نبودن، اینا رو بردن به بهانه دیدن مادرتون، دیدن پدرتون بردن اونجا، بعدم دیگه گفتن نمیتونی برگردی. و همین القابی که به شما میگن، اگه اونا میخواستن جدا بشن به اونا میگفتن، در روابط مجاهدین در اشتن. بنابراین اون چی که به شما میگن چیز جدیدی که نیستش که. این از این ستون به اون ستون فرجی که در ارتباط رژیم میگه، اتفاقا در ارتباط خود مجاهدین صادفه.
همه چیز از این ستون به اون ستون فرجه. تمام تلاششون برای اینه، تمام این دروغ‌ها رو میگن یه روز بیشتر طرف بمونه. ببینید بله امروز بیاد همونجور که شما گفتید مطرح میکنه، مقاله مینویسه آقای رضا محمدی، ایشون خوبی که مسئولین مجاهدینه، منتها جرأت نمیکنن به نام خودشون مطلب بنویسن، با اسامی مستعار مطلب بنویسن که مسئولیتش رو نپذیرن، بعدن هم تبعاتش رو در واقع متحمل نشن. تردیدی در این نیست که ایشون از مسئولین مجاهدینه و مجاهدین یه شیوه کارشونه. یه موقعی تو سایت همبستگی ملی به اسم ارمنی می نوشتن، رازمی جاسمیان، حتی بعد با این نام طرف دفاع ایدئولوژیک هم میکرد، مسخره اینجا بود، ارمنی بود، دفاع ایدئولوژیک هم میکرد. و میبینید اسامی مختلفی که تولید میکنن، مرداد امینی، نمیدونم اسماعیل هاشمزاده ثابت، صفا فرهادی، اینا تمام مسئولین مجاهدینه، چند نفر هم بیشتر نیستن. این که شما گفتید مطالب یکسانه، دقیقا یکسانه، از رو هم دیگه می نویسن، کپی شده است. بعد هم یه تعدادی که در اشرف لیبرتی هستن و اصلا نه سر پیازن نه ته پیاز و مطلقا خبر ندارن، مطلقا تو این داستان ها نیستن، به نام اونها منتشر میکنن. بخشی از اینا که به نامشون منتشر میکنن چه بسا خودشون زیر تیغ باشن، زیر فشار باشن و مجبور باشن همینا رو امضا کنن. ببینید من یه موردی براتون بگم، شاید جالب باشه بدونید. مرجان ملک سید آبادی، خانم معصومه ملک سید آبادی مرجان، ایشون که تحت عنوان نمیدونم رفته بود عملیات در داخل کشور با اون هورا شالچی، مجاهدین تصورشون بود که اینا کشته شدن، دستگاه اطلاعاتی فیلمی سر اینا بازی کرد، اینا فکر کردن کشته شدن، من 6 ماهی هم صبر کردن، به قول خودشون تحقیقم کردن، فکر کردن اینا کشته شدن. اون تقدیر و مسعود رجوی از اینها کرد، به خصوص از مرجان ملک سید آبادی، او رو بیانه انقلاب مریم معرفی کرد. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات، یعنی در واقع مریم رجوی رسول بود، پیغمبر بود، نبی، محصولشون انقلاب ایدئولوژیکه، بیانش چیه، نشانش چیه، مرجان ملک سید آبادی. خب ایشون بلافاصله بعد از مدتی که مجاهدین این هیاهوها رو کردن، یک نشریه ویژه‌نامه برای او انتشار دادن با عکسش با تفسیرش در تمام این خارج از کشور، در تمام پایگاه‌های مجاهدین، در تمام دفاتر مجاهدین مراسم بزرگداشت برای او گذاشتن، اسم پایگاه‌ها رو به نام او کردن. یه هفته بعد رژیم آوردش پشت تلویزیون، اون فضاحت رو به بار آورد. مرجان ملک سید آبادی از تهران آدم می‌برد پشت اشرف، اتوبوس اتوبوس آدم میبرد آدم در اشرف. براتون جالبه بدونید افرادی که توی اشرف بودن نمیدونستن این بریده، خبر نداشتن. ببینید اختناق تا کجاست، ببینید ناآگاهی تا کجاست، ببینید بی اطلاعی تا کجاست. به تعدادی از نشریات مجاهد که در اون به نوعی بعضی افشاگری ها شده، اینا تو روابط مجاهدین پخش نمیشه، اینا تو اشرف پخش نمیشد. چرا؟ چون همه میدونستن دروغه، اینا رو پخش نمیکردن در اونجا، نشریه مجاهد اونجا چاپ نمیشه، انتشار بده نمیکرد در اشرف، پخش نمیشد. بنابراین این تعدادی که شما ملاحظه میکنید میان مطلب به نامشون مجاهدین مینویسن، اینا کوچکترین اطلاعی از موضوعات ندارن. طرف میگه من داشتم در روی اینترنت میگشتم مقاله ای را دیدم. کدوم اینترنت؟ من کسانی که اخیراً از مجاهدین جدا شده باشون صحبت کردم، در لیبرتی بودن، در اشرف بودن، لیبرتی بودن، تا همین اواخر باشون صحبت کردم، مطلقاً به اینترنت دسترسی ندارم، به کامپیوتر دسترسی ندارم. تازه بعضی موقع اگه میتونستن پشت یه دونه این کامپیوتر برن، شبکه برن، یه دونه شبکه داخلی اشرف نمیدونم چی چی،
که 4 تا خبرهای بولتن خودشون رو فقط میذاره. ببینید اون چیزی که رژیم در ایران آرزوشه مجاهدین درست کردن در اشرف در حیطه خودشون و بعد حتی همون هم در اختیار افراد نمیذاشتن. من فرد از مجاهدین جدا شده اسمارتفون نمیدونه چیه. اینایی که سالهای قبل جدا شده بودن که اصلا نمیدونستن تلفن دستی چیه، فقط تو فیلم ها دیده بودن. وقتی میدونن اینکه گوشیشه داره صحبت میکنه فهم کنن طرف دیوونه است داره صحبت میکنه، نمیدونستن طرف گوشی تو گوشیشه داره صحبت میکنه، فکر میکنن خونه داره با خودش حرف میزنه. در مجاهدین این روابط نیستش که. خب بله اون آقای رضا محمدی میاد همونجوری که شما میگید میپرسه آقا این 10000 دلار رو شما نگاه کنید این همه آدم در یه جایی جمع بشن، بس میگه ایشون اینا 10000 دلار از کجا آوردن؟ ببینید در اروپا 10000 دلار پول. میتونم بگم خیلی از آدمایی که اینجا هستن یه شغل خوب دارن 10000 دلار در ماه حقوق میگیرن. بعد شما توجه کنید میگین 10000 دلار کجا آوردن؟ مریم رجبی فقط تو اوورسورواز ازش 9 میلیون دلار پول نقد گرفتن. ببینید نیرویی که خودش 9 میلیون دلار فقط پول نقد یک قلم از توی یه دونه اتاقش نیروهای فرانسوی در آوردن، بعد میگین 10000 دلار از کجا آوردن؟ حالا توجه داشته باشید به این مراسمایی که هر کدومش میلیون ها دلار خرج داره. ببینید مراسم مجاهدین ویل پند قطعا میلیون ها دلار خرجش، به قول خودشون 600 نفر آدم فقط خارجی میارن. ببینید 600 تا هتل میخواد، اتاق هتل میخواد، نه اتاق هتل هم معمولی نه، آدم نمیتونی 6 نفر بپرسید توی اتاق. اینا بسیارشون که از امریکا میان باید دومشون هم تو قاشق بذارید، با فرست کلاس باید بیان، با فرست کلاس باید برن، بعد در همین اروپا باید براشون سرویس های مختلف بدید، بخششون رو باید ماشین های ویژه برن دنبالشون، بعد مهمونی های آنچنانی، و بعد هر کدومشون پول میگیرن برای صحبت کردن ها. نمیدونم اتوبوس هایی که میگیرن، هتل هایی که میگیرن، نمیدونم خرجی که برای انواع اقسام تزیینات میکنن، نمیدونم تبلیغات میکنن، ماهواره میکنن، امنیت میکنن، سکیوریتی میکنن، میلیون ها دلار خرجشه یه دونه مراسم فقط. بعد همین آدم میاد میگه این 10000 دلار کجا بوده؟ اون دیدید مسئول در پی اون صحبت مسعود رجبیه که به اون شکل لومپنی مطرح میکرد چی چقدر کجا چجوری از کی پول گرفتی؟ یادتونه خطاب به بنده و امثال من، آقای قسیم و نمیدونم آقای روحانی و آقای اسماعیل وفا یغمان. بذار ببینیم ارتباطمون قطع شد دوباره. خب دوستان گفتگو میکنیم با آقای ایرج مصداقی و ببینیم که این ببخش قطع شد آقای لحظه بفرم. خب من که گفتم من از کجا پول میگیرم، چجوری پول میگیرم، چقدر پول میگیرم و تمام منابع هم رو گفتم، ولی آقای مسعود رجبی شهامت داره مال خودش رو بگه. تازه این کسیست که از شیوخ عرب میگیره، فیلماش هست که دلار دارن از مقامات عراقی میگیرن، فیلم مستند اتهام نیست، اسناد یونامی هست، اسناد مقامات امریکایی هست که از عراق سهمیه نفت میگرفته، اینا اسناد بین المللیه، مال سازمان ملله. و بعد مذاکراتشون با دولت عراق که هستش، با حبوش هست، مسعود رجبی میگه ما را مثل یه لشکر عراق حساب کنیم، انواع اقسام امکانات رو میگیره. و بعد هیچ موقع فکر نمیکردن اینا یه روز از پرده بیرون بیفته،
چون کسی فکر نمی‌کنه صدام حسین سقوط بکنه بعد صدام حسین رو دستگاه امنیتیش از این نشستا مخفیانه فیلم گرفته باشه. اتحاد جماهیر شوروی سقوط کرد. اسناد حزب کمونیست شوروی اومده بیرون، شما نامه مسعود رجوی رو می‌بینید به گورباچف. دروغ و دغلایی که اونجا میگه رو می‌بینید. درخواست 300 میلیون دلار وام. ببینید 300 میلیون دلار در سال 1364 30 سال پیش 300 میلیون دلار شوخی نیست از یه ابرقدرت دنیا پول میخوای. خب چه تعهدی بهش میدی؟ تو که میگی چی 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 کجا کجا چی فروختی؟ شما چی میفروشید؟ چه تعهدی در قبال 300 میلیون دلار میخوای بدی اونم به ابرقدرت؟ بعد همین نیرو میاد میگه آقا این 10,000 دلار از کجا گرفت؟ اینه که عرض میکنم اون چیزی که در ارتباط با خود مجاهدین مطرحه متاسفانه به دیگران نسبت میدن و اون و حالا به رژیم که به درستی نسبت میدن، این رو بگم خدمتتون، مجاهدین هر چیزی که به رژیم نسبت میدن غلط نمیگن، یه واقعیتی یا بخشی از واقعیته، ولی همون رو خودشون انجام میدن. اتفاقا من در گزارش 92 و 93 اون چیزی که تاکید دارم روش اینه، عنوان کسی که میخواد از رنج و مصیبت نسلش دفاع بکنه. واقعا من میگم یه آقای مسعود رجوی، تو به عنوان کسی که دستور شکنجه داده، زندان ساخته، مبارز رو تبدیل به شکنجهگر کرده، تو حق نداری از نسل ما، از نسل من، از نام ببری. تو نمیتونی خودتو خونخواه من و ما را نسل ما معرفی کنی، چون تو خودت شکنجه‌گری، تو خودت زندان سازی. کسی که زندان سازه، کسی که شکنجه‌گره، حق نداره نام نسل ما رو بیاره، حق نداره نام اون کسانی که بر جوخه‌های دار رفتن، تو میدونهای تیر پرپر شدن، حق نداره نام اونا رو بیاره، چون خودش از جنس اون بره. شما وقتی شکنجه میکنی که دیگه نمیتونی دست انسانیت بزنی، شما وقتی زندان میسازی برای نیروهای خودت، برای کسایی که اومدن جون بدن و حاضرن جون بدن در این راه، یعنی اونا رو به مصیبت دوچار میکنی، تو که نمیتونی دیگه بیای بگی که من نمیدونم انسان صالح هم و من به دنبال نمیدونم ایجادی جامعه آری از شکنجه و زندان هستن. در واقع مواردی رو که مطرح کردن و میکنن متاسفانه اتهاماتی است که میزنن. ببینید من اینایی که دارم میگم، خب تا اینجایی که دارم مطرح میکنم بر ادعاه، میتونن مجاهدی میگن همه اینها دروغه. بسیار خوب، من بارها عنوان کردم، من حاضرم در قبال اون چه که میگم پاسخگو باشم، محاضرم در هر کجای دنیا با هر تعداد از مجاهدین که تعیین میکنن مناظره کنم، بحث کنم، حاضرم اونا چند برابر من وقت داشته باشن، بیان و با دلیل، مدرک، سند، برهان، منطق ثابت کنن من اشتباه میکنم، ثابت کنن من دروغ میگم، حتی ثابت کنن من مزدورم، حتی ثابت کنن من خائنم. اینه که مشخصه چون دفاعی ندارن، چون حرفی برای گفتن ندارن، میان اتهام میزنن، میان فوش میدن، میان نمیدونم توهین میکنن به شما و به دیگر رسانه ها. ولی مگه میتونن؟ افراد رو به سکوت وادار کنن. از نظر من ممکن نیست لااقل در ارتباط با من موفق بشن. سوال دارم واقعا آقای مصداقی، این سوال راستی راستیه و اون اینه که، یعنی سوال شخص خودم، خیلی باش کلنجار میرم، چطوری میشه یه سازمانی که مثلا وقتی میری سابقه تاریخشو میخونی،
پیدایش میکنی، یه ده دمای اخلاق مدار بودن، اینا به دنبال در حقیقت عدالت اجتماعی بودن و اخلاق براشون ملاک بود. چطوری میشه که یه همچی اندیشه‌ای وقتی میاد به کارش به این بی اخلاقی میرسه؟ فهم میکنید دلیلش چیه؟ دلیلش در فرده؟ دلیلش در مجموعه است؟ دلیلش در شرایط؟ چه دلیلی داره که این از اونجا شروع میکنه؟ خب مسئول رجوی رو وقتی میری دنبال میکنی، همراه اونا بوده، در کنار اونا بوده، به زندان رفته، چطور میشه که یه مرتبه این آدمه تبدیل به یک چنین موجودی میشه؟ اینو نمیتونم بفهمم. ببینید، من باز خدمتتون بگم همه اینهایی که گفتید مؤثره. یعنی قبل از هر چیز خود اون ایدئولوژیه، خود اون باورهاست، خود اون دیدگاهه، زمینه رو ایجاد میکنه. وقتی که در چارچوب های مجاهدین میان مطرح میکنن مسئله سانترالیزم دموکراتیک، ببین وقتی میگی سانترالیزم دموکراتیک یعنی اصل اون سانترالیزمه. خب هیچ موقع در مجاهدین با شیوه مبارزه‌ای که انتخاب میکنن، مبارزه مسلحانه، چریکی، نمیدونم اونم در یک شرایط اختناق، خب همه اینها کمک میکنه. ببین در همون دوران سال از تشکیل تا سال 50، بعد 50 تا 54، بعد 54 تا 54، ببینید هیچ موقع در مجاهدین انتخاب نبوده. اساسا انتخابات در مجاهدین تا این لحظه نبوده. یک. دو، هیچ کنگره‌ای در مجاهدین برگزار نشده. سه، هیچ یک از مسئولین مجاهدین انتخابی نبودن در هیچ نقطه و هیچ برهه‌ای از تاریخ. خب اینا منافات داره با دموکراسی، اینا منافات داره با رفتارهای دموکراتیک، اینا منافات داره با روابط دموکراتیک. یه عده‌ای به خودشون حق میدن که تصمیم بگیرن کی باید کجا باشه، کی باید تنبیه بشه، چقدر باید تنبیه بشه. خب این از ابتدا بوده و این انحرافه. حالا اگر بگیم یه موقع تحمیلی بوده، بعدها شیوه کار میشه. ببینید در سال 50 کافیه. خب همیشه که شما نمیتونید انتظار داشته باشید یه انسانهای مثلا نمیدونم نیکی یا مثلا انسانهای بسیار بسیار بلند نظری مثلا سعید محسن باشن یا مثلا بدیزادگان باشن، شما که نمیتونید همیشه انتظار داشته باشید. توی همون روابط شما ملاحظه میکنید در یه دوره دیگه آقای تقی شهرام میاد، دستور قتل میده، دستور قتل میده و میکشن. به زور افراد رو وادار میکنن به تغییر ایدئولوژی. میبینید اکثریت مجاهدین ها تغییر ایدئولوژی میدن، واقعیت این. البته اونچه که اتفاق افتاده خلق و سایه هم نبوده. در دوران رضا رضایی هم جواد سعیدی رو کشتن. جواد سعیدی خطایی که نکرده بود که، فقط میخواست بره دنبال زندگیش یا رفته بود. یعنی وقتی که این سابقه بود، این بار تقی شهرام سوار این سابقه شد. بهرام آرام هم که اونجا بود، خودش سابقه انجام این کارو داشت، اوکیشو از رضا رضایی و کاظم ذوالانوار داشت. این بار اومد چیکار کرد؟ رفقای خودش که در حال مبارزه بودن رو به خون کشید. و بعد شما ملاحظه میکنید همون محسود رجوی که میاد این رفتارها رو نقد میکنه، کتاب مینویسه، بیانیه آموزشی اپورتونیستی چپنما. ببینید همون اعمال بعدها در مجاهدین در ابعاد بسیار بسیار وسیعتری، بزرگتری، فاجعه آمیزتری دنبال میشه و هنوز دنبال میشه. تقی شهرام ناخون کوچیکه مسعود رجوی نبوده در هیچ زمینه. فقط یه نقطه مثبت داشته تقی شهرام که مسعود رجوی نداره، و اون تقی شهرام سابقه مبارزاتی داشته در شرایط مخفی. تقی شهرام از سال 52 که از زندان فرار کرد تا سال 56 که از ایران رفت بیرون، 4 سال، بیش از 4 سال در بدترین شرایط مبارزه مسلحانه زیر شدیدترین فشار در ایران بود مبارزه کرد. مسعود رجوی یه ماهش هم نکرده.
به محض اینکه اوضاع تنگ شد در رفت سال 60، یک ماهش هم نکرده. بنابراین تقی شهرام در اون وضعیت شریک شهری که عکسش در دست همه مأمورین رژیم بود، مأمورین راهنمای رانندگی بود، دو شب یه جا نمیخوابید. و شما دیدید خوندید وقتی بخواست اون کتابچه تغییر ایدئولوژی رو بنویسه، تو میرفت بالای یه خیاطی اونجا زیر نوری تو اونجا مینوشت نصف شب. حالا شما نگاه کنید مسعود رجبی چه خدم و حشمی برای خودش درست کرده. و بعد هم بالاخره شما ملاحظه میکنید تقی شهرام وقتی دستگیر میشه علی‌رغم همه اون اعمالی که انجام داده و بزرگترین ضربه رو به جنبش داده، ولی حتی حاضر نمیشه خودش دفاع کنه در شرایطی که شما میدونید امکانات بسیار وسیع برای دفاع لاغر از خودش داشت. ولی میاد شرافتمندانه اونجا میگه آقا رژیم میخواد سوء استفاده کنه، من حاضر نیستم در این بازی وارد بشم. و نمیشه، و حتی نمیاد در دادگاه شرکت کنه، از خودش دفاع نمیکنه، مرگ رو میپذیره بدون اینکه از خودش دفاع کنه و امکان دفاع از خودش رو سلب میکنه. محال مسعود رجبی همچی کاری بکنه، محال مسعود رجبی همچی گذشتی بکنه. و بعد خب میدونید وقتی که ظلم که یه دفعه به وجود نمیاد، که ظلم هم مثل بهمن میمونه، ذره ذره شروع میشه، هر کی میاد یه خوری بذاره روش، بعد یهو میشه اون بهمن. مسعود رجبی هم همینطوره، هر چه شرایط بدتر شده، هر چه او شکست خورده، به جای پذیرش اشتباهاتش شرایط رو بدتر کرده، اشتباه رو با اشتباه بزرگتر خواسته بپوشونه. مبارزه مسلحانه در ایران شکست خورده، چریک شهری شکست خورده، بعد عقب نشینیه، بعد نه کوتاه مدت نه میان مدت، نتونسته رژیم رو سرنگون کنه، صدای همه داره در میاد، میاد اون قائله انقلاب ایدئولوژیک رو درست میکنه، اون فاجعه رو به وجود میاره. بعد عملیات فروغ جاودان شرایط تنگ شده، به خصوص بعد از حمله امریکا، عراق، کویت، و بعد از داستان کویت حمله امریکا، میاد اون مسئله انقلاب ایدئولوژیکو و بعد هم ملاحظه میکنی طلاق و طلاق کشی و بندها و اینها رو مطرح میکنه، یعنی مجاهدین به بند میکشه هرچه بیشتر، هرچه جلوتر میاد بدتر. خاتمی انتخاب میشه، میبینید چه میکنه دیگه. خاتمی بر اساس تحلیلای او به دور دوم گفته بود نمیرسه، وقتی میرسه شما ملاحظه میکنید میاد توی عراق چطوری اون نشستای تومه رو میذاره، اون جنایات رو مرتکب میشه. و بعد هم وقتی عراق سقوط میکنه، وقتی دیگه هیچ شانسی نیست، تصمیم میگیره برای نابودی مجاهدین در عراق و تلاش برای جلوگیری از انتقال اونها به خارج از کشور. این سیاست مسعود رجبی، تردیدی نباید تو میکرد. و میبینید یک بار یک روز شعار هیچ کدوم از مراسمشون نیست خروج یا انتقال افراد از لیبرتی به کشور سالس، نیست اصلا. همه جا میگفت میتوان و باید، اینجا نمیگه. چرا؟ چون میخواد اونها رو به کشتن بده در عراق، تحریک میکنه، زمین سازی میکنه، حتی هر کاری از دستش بر بیاد، چون میدونه اونور نیروهای خونریزن، میدونه اونور یه مش جنایتکارن، تحریک میکنه که بیشتر از اینها تلفات بگیره تا بتونه به فعالیت سیاسی خودش در خارج از کشور ادامه بده، به حیات سیاسی خودش ادامه بده. بنابراین شخصیت خود مسعود رجبی تعیین کننده است. بله، شخصیت افراد تعیین کننده است، ایدئولوژی هست، شرایط هست، اما شخصیت افراد هم هست. شما توجه داشته باشید اگر مثلا به جای ماندلا و شخصیت ماندلا یه نفر دیگه در آفریقای جنوبی پروسه انتقال رو
رهبری میکرد. قطعا مسیر آفریقای جنوبی متفاوت بود، نمیگم خوبتر میشد یا بدتر، ولی متفاوت بود. قطعا اگر به جای خامنه ای آیت الله منتظری شده بود رهبر جمهوری اسلامی، یه مسیر دیگه ای رو میرفتیم. قطعا که اینجوری بود، همین نظام بود، همین داستان ها بود، اما یه مسیر متفاوت بود. ما که نمیتونم، من نمیتونم بگم چی میشد، ولی یه مسیر دیگه بود متفاوت از اینی که شد. پس اینا مؤثره به نظر من، شخصیت آدم ها مؤثره و تعیین کننده. اما نکته ای که بهش پای می فشارن بحث مقاومت و مجاهدت است، رزمه، و به عنوان یه نیروی رزمنده در حقیقت خودشو معرفی میکنه، ولی رزمی رو ما نمی بینیم در حقیقت، رزمی در کار نیست. چرا بر این تبله میکوبد ولی نمادی از این نمی بینیم؟ علتش چیه فکر میکنی؟ ببینید در واقع الان بعد از فروغ جاویدان که دیگه چیزی نبوده، چند هزار مجاهد در عراق هستن، کار مفید اینا چی بوده؟ کدوم رزم؟ کدوم عملیات؟ غیر از اینکه 4 تا تیم، اونم بیشترشون کسایی بودن که تازه به مجاهدین میپیوستن، اینا رو میفرستادن عملیات خنبار زنی. حتی اون کسایی که لاجوردی رو ترور کردن یا سید شیرازی رو ترور کردن، اونا تمامشون افراد جدید بودن، افرادی که به تازگی به مجاهدین پیوسته بودن. اینا رو میفرستادنشون. 4 تا عملیات اینجوری، وگرنه در طی 26 سال گذشته کدوم عملیات مجاهدین انجام دادن؟ کدوم رز؟ ها معنا داره، رز معنا داره، عملیات معنا داره. یه ارتشه، کدوم عملیات؟ هر روز برای خودشون برای حلات چنگ هایی ندام سرگرمی درست میکردن. بریم اسلحه ها رو حالا نظافت کنیم، خب بریم اسلحه ها رو تمیز کنیم، خب بریم جابجا کنیم، خب حالا بریم مانوف، خب حالا بریم آموزش، نمیدونم این دوباره آموزش از اول، نه آموزش غلط بود، حالا دوباره از اول، چاله رو بکن، چاله رو پر کن. خب این کارهایی بوده که کردن. الانم که خب شما ملاحظه میکنی فقط 11 سال اینا خلع سلاح یه چماق هم ندارن، بعدم توی اشرف مونده، تو اول اشرف بعدم لیبرتی، دارن عمر میگذرونن بدون اینکه کوچکترین کار مفیدی انجام بدن. و اتفاقا بعد هم ملاحظه میکنید مسعود رجبی با اون بیخردیش، با اون بیکفایتی خودش نشون میده. شما ملاحظه میکنید عده‌ای رو بیدفاع در اشرف باقی میذاره، رژیم میاد اونجوری سلاخیشون میکنه، و بعد رژیم دیدید چه استفاده‌ای در داخل کشور برد؟ رژیم از کشتن 52 نفر، حالا مسئول دلیلش هم بذاریم کنار، 53 نفر، 7 نفر هم برده، چه تاوانی در داخل کشور رژیم پس داد؟ شما دیدید یه دونه ندار رژیم چجوری براش بها مجبور شد بپردازه؟ رژیم برای نمیدونم همین کشتن، همین اعدام های، حتی همین اعدام های مجاهدین در داخل کشور نخلی بها میپردازه، در چه دست بین ببری، چه در درون اون اعدام فرزاد کمانگر و بچه های کرد، شیرین علمهولی و فرهاد اسلامی و اون کسایی که اعدام کردن. ببینید رژیم چقدر بها میپرداخت و چقدر باعث تضعیفش میشه، ولی مانور قدرت میده. تو برنامه هاشون دیدی چه جوری میومدن و به عنوان دست انتقام، افتخار، نمیدونم انتقام خون شهید بهشتی رو گرفتیم، نمیدونم شهید کیه رو گرفتیم، شهید کیه رو گرفتیم، نمیدونه مانور پیروزی و مقاومت و پیروزی و در واقع فتح میده در تلویزیونش بدون اینکه کوچکترین بهایی بپردازه، و این درست به ضرر جنبشه، به نفع رژیمه. یعنی یه عده رو شما اونجا بیدفاع بذاری، بعد بیان بکشنشون به اون طرز فجیع با دست بسته، بعد رژیم ازش بهره برداری کنه در داخل کشور برای ایجاد رعب و وحشت، برای مانور قدرت و موفقیت خودشو به رخ عمل بکشه. ندام از کسی بر نیاد، کوچکترین بها هم نپردازه، خودش بیکفایتی اون رهبری رو نشون میده. چه رزمی؟
11 سال اینا خب بله قافیه جور میکنن. تو اشرف عذر میخوام توی لیبرتی یه زندانه، خودشون گفتن بازداشتگاه، که میگفتن اختیار فاضلابش هم ندارن. حالا یه در اوورده بودن اونجا شعار میدادن مؤسسان چهارم آماده قیام است. چه قیامی؟ ها معنی قیام عوض شده لابود. یکی از چیزهایی که مجاهدین همیشه میگفتن بودن رژیم به ناموس کلمات خیانت کرده، تجاوز کرده. مجاهدین بیشتر از رژیم کردن، کمتر نکردن. یکیش همین قیامه. و قیام معنا داره. من یادمه یه تیم عملیاتی مجاهدین رفته بود داخل کشور در ایلام. خب اینا درگیر شدن، میخواستن برگردن، گیر کردن تو مهلکه، همشون هم رژیم کش. مدت ها نشریه مجاهد، تلویزیون مجاهد، روزنامه مجاهد، نمیدونم سایت های مجاهد، قیام ایلام. چه قیامی؟ قیام معنا داره. حالا تو لیبرتی یک مشت آدم 50-60 ساله وایسادن شعار میدن تو زندانن. مؤسسان چهارم آماده قیام است، نمیدونم آماده تهاجم. تهاجم چه تهاجمی؟ چه قیامی؟ شما تو زندانی که چماق هم نداری، میخوای بیرون بیای چیکار کنی؟ تازه نیروی نورالملکیه، سپاه قدس، سپاه بدره، بعدش تازه میای جلوتر نمیدونم کردان، بعد میای جلوتر تازه میرسی به مرز ایران، اون همه بسیجی. چی 2700 آدمه که همشون مریضن، مریض روحی هن و مریض جسمی، را نمیتونن برن خیلیشون. و از طرف دیگه میانگین عمر مجاهدین، سن مجاهدین کمتر از رژیم. نگاه کنید به مرگ و میرا، ببینید چند ساله در مجاهدین دارن میمیرن. خب چه رزمی؟ و بعد تازه بیاییم ببینید آقا اصلا رزمنده ها؟ نیروی رزمنده تر داعش هم داریم ما؟ با هم داره میرزمه که اگه نمیرزمه شعار علیه آمریکا میده، شوروی هم میده، میگه ما سوار این هواپیما میشیم میریم نمیدونم میگا میریم چیز تو رخت خوابش میزنیم که پوتینو، از اون دارن برای اوباما شاخشون رو میکشن، از اون برای ایران میکشن، اما برای عربستان میکشن. خب نیرو از این رزمنده تر میخوای؟ مبارزتر میخوای؟ مشروعیت هم داره؟ القاعده آقا کم عملیات انتحاری انجام دادن، ندیدیشون توی افغانستان؟ میخواستن برن بگیرنشون، خودشون هم بالا بیمارستان میداختن پایین. چند صد عملیات انتحاری تو افغانستان صورت گرفته در طی این سالا، نبوت هر کدومش یه آدم بوده حداقل. تو همین عراق چند صد عملیات انتحاری انجام گرفته، بابت هر کدوم از اینا یه آدم کشته شده. تعداد کسایی که عملیات انتحاری کردن والا در عراق و افغانستان و سوریه اگر رو هم جمعش کنیم از تعداد مجاهدین بیشتر میشه. الان در لیبرتی هستن. خب اگه مبارزی اینا مبارزن که مبارزترن که معتقدترن که پایبندترن که. شما ملاحظه کنید طرف خواب نرم گرم جای گرم اروپا رو میذاره میره در صحرای سوزان عراق و سوریه میجنگه. مجاهدین یه موقعی مسعود رجوی اینا رو نشانه مشروعیت خودش میگفت و نیروها میگفت. خب مگه امروز کم از اروپا دارن میرن اونجا؟ هزاران نفر از همین اروپا اینا رفتن، فقط از یک کشور 120 تا. مجاهدین به خوابم نمیرن یکی از اینا رو بتونن بردارن ببرن از همین خارجی ها رو، ولی دارن میرن برای داعش، دارن میرن میجنگن، کشته هم میشن، هر وقت خیلی نمی کنن. به خصوص دارن میبینن دنیا داره بسیج میشه علیهشون، از سازمان ملل اتحادیه اروپا، کشورهای عربی، ایران، امریکا، همه. خب ما این مشروعیت هم داره، صرف مبارزه که در این مشروعیت نمیشه که. اگر این گونه باشه طالبان، القاعده،
و داعش در صدر مبارزین دنیا. مجاهدین به خواب هم نمیبینن. تازه یک سری نیروهای جوان بالنده هم هستن. مجاهدین یه مشت آدمایی که همه پیر و پاتالن دیگه، مثل بنده میمونن. من خوب خوبشم، به درد جنگ نمیخوریم ما که بالای 50 سال. کدوم جنگی بالای 50 سال نیرو رزمندش بوده؟ کدوم ارتشی بوده؟ اینه که به نظر من نه، اینا مشروعیت نمیاره، مطلقا مشروعیت نمیاره. تازه اگر باشه که در توپ مجاهدی صحت نمی کنه. عرضم به حضور شما که این بحث خیلی طولانی و تموم نشدنیه. هر جوش که باز میکنی یه جا مثلا میگه که ما 5 میلیون مثلا طرفدار داریم، عشایر با ما هستن، عیادلاوی. خب اگه اینجوری بودن خب شما این 5 میلیون ها میگفتی به عیادلاوی رای بده، نکردی این کار، چطور جورت اونجا نمیرسه. این بگذاریم، اینا داستان طولانیست. اما همه جا این روزا به مناسبت 67 مراسم میگذارن و ما در ایران هم دیدیم که امسال خاوران یه جوری درش باز بود. میخوام ببینم که نگاهت به این قضیه چیه، چرا امسال در خاوران باز بود و یه عده‌ای تونستن برن، گرچه که همه نبودن، شلوغ نبود، ولی بازم ظاهرا بی درد سر بود. چرا این اتفاق افتاد؟ راستش این یک زنجیره از اتفاقاته. بایستی اینا رو با هم نگاه کنیم و بایستی در کنار هم قرار بدیم و به نظرم هنوز زوده راجبش اظهار نظر کردن. همونجور که شما به درستی فرمودید، مسئله برگزاری حالا همچنان همون مراسم محدود در خاورانه برای اولین بار بعد از سالها اتفاق افتاده. خب این قطعا زمینه هاش رو رژیم به وجود آورده. یعنی این گونه نیست که خانواده ها تصمیم گرفتن و بعد یهو رفتن و موفق شدن. قطعا رژیم این امکان رو به وجود آورده یا زمینه هاش رو ایجاد کرده یا چراغ سبز هایی رو داده. از اون طرف ببینید نشست کانون نویسندگان برگزار میشه. در سالهای گذشته نتونسته بودن. حالا اینکه چه تعداد رفتن چه تعداد نرفتن، بحث اونایی که رفتن بحث اونایی که نرفتن چیه، درسته یا نادرسته، بحث هم اینا نیست. ولی این جمع قبلا نتونسته بود شکل بگیره. امروز در همون زمانی که خاوران شکل گرفته اون مراسم، این هم شکل گرفته. حتما با هم ارتباطاتی داره. در همون شرایط دادگاه انتظامی وکلا حکم داده برای خانم ستوده که ایشون میتونن به وکالت خودشون ادامه بدن. تعدادی از زندانیان سیاسی در روزهای اخیر آزاد شدن و اگر نگاه کنیم یه زنجیره رو میتونیم ببینیم که داره اتفاق میفته. اینکه دامنش تا کجاست نمیدونم، باید دید. چون نظام جمهوری اسلامی ببینید یه نظام یه دستی نیست، تضادها درش هست. بخشی از اینها به نظر من میتونه در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای باشه. ما داریم به مذاکرات اتمی نزدیک میشیم، توجه بکنید به اون پایان مهلت، و بالاخره باید یه کاری انجام بشه. شما ملاحظه میکنید که عراقچی مطرح کرده که ما پیشنهادهای متفاوتی داریم. رسانه‌های آمریکایی از قول محمد جواد ظریف گفتن امیدواری کامل داره به رسیدن به یک نتیجه. بنابراین اینا رو که کنار هم میذارین میتونه در ارتباط با هم باشن. منتها به نظر من هنوز زوده برای اینکه این رو بخوایم راجبش اظهار نظر کنیم یا بخوایم در واقع نظر نهایی رو بدیم. باید یه مقدار صبر کرد، دید سمت و سو به کجا میره، آیا اینها پیگیر هست، دامنه‌دار هست،
آیا اینا تو همین سطح میمونه یا حتی محدود میشه، همین مقداری رو هم که اجازه دادن دوباره جلوش رو سد میکنن یا نه؟ ولی یه موضوع نیست، یه زنجیره ای از تغییرات بوده در یک ماه گذشته. و پرسش نهایی این استش که شما اشاره داری به این که این نظام یه دست نیست و همواره با یه دوگانگی و چندگانگی روبرو بود از بدو تولدش، یا خودش به این داستان دامن زده یا طبیعتش این طور بوده، هرچی بوده ما اینو شاهدش. و به حال این جابجایی هم که عربده کشی هایی که یه طرف خامنه ای میکنه یه طرف حسن روحانی میکنه، ولی وضع معیشت مردم در ایران نامناسب است. وضعیت آلودگی، نبود آب، غذاهای آلوده از نان و نمیدونم گوشت و مرغ و شیر و لبنیات همش آلوده است. فکر میکنی که این در حقیقت میتونه این رو به یک شکافی در درونش ایجاد بکنه که از درون اون شکاف یه خیزشی صورت بگیره؟ صحنه رو اینطوری میبینی یا نمیبینی؟ این سوال آخرمه، امیدوارم که ببینید میتونه باشه. ببینید نظام جمهوری اسلامی آبستن حوادث هست، این حوادث میتونن هر لحظه بروز بکنن، به هر دلیلی میتونه بروز کنه. این که حالا به کجا به چه شکل نمیدونم، هیچ کسی حدس نمیزد که 20 سال پیش اون داستان روزنامه سلام، با بستن روزنامه سلام در سال 78 اون اتفاق بیفته. کی فکر میکرد؟ 15 سال میگذره دیگه، دو دهه، کی فکر میکرد؟ نه، دیدین شد یه شکافی در نظام ایجاد شد. یا در جنبش 88 هم کسی تصور رو نمیکرد. اما نظام جمهوری اسلامی آبستن حوادثه، نظام جمهوری اسلامی پتانسیل درش هست. بله، ممکنه هر یک از اینایی که گفتید به یک بحران منجر بشه و امکانم داره که نه، هیچ کدوم از اینا در کوتاه مدت به بحران تبدیل نشه، باعث شکاف نشه. ببینید، برای اینکه خب نظام جمهوری اسلامی الان در پی حل و فصل یا کم کردن مشکلاتش با غربه، مذاکرات هسته‌ای از یه طرف دارن و از طرف دیگه خطر داعش کمک کرده به نظام. داعش و پدیده داعش به نفع نظام جمهوری اسلامی بوده، به نفع نظام جمهوری اسلامی تمام شده و باعث این میشه و باعث این شده که نظام مفری براش ایجاد بشه و زمینه همکاری براش به وجود بیاد با نیروهای ائتلاف، با نیروهای غربی، با امریکا و اروپایی ها در مقابله با داعش. شما میبینید در عقب روندن نیروهای داعش، امشب هم عکسی رو منتشر کردن از خود قاسم سلیمانی در کردستان عراق و در هدایت نیروها، امشب عکسش منتشر شده. و خب شما میبینید هم امریکایی‌ها، هم انگلیسی‌ها، هم آلمانی‌ها، هم فرانسوی‌ها تأکید کردن روی نقش رژیم در عراق و در مبارزه و در مقابله با داعش. حتی ملاحظه میکنید دیدارهایی رو که مقامات رژیم با عربستان داشتن، برای اولین بار معاون وزیر خارجه به عربستان رفته و از طرف دیگه اظهار امیدواری میکنه برای شروع مذاکرات خود جواد ظریف، بحث سفر رفسنجانی به عربستان هم هست. همه اینا در سایه ظهور داعش در منطقه. متاسفانه حالا چون امشب راجع به مجاهدین هم زیاد صحبت کردیم، باید بگم این رهبری بیکفایت مجاهدین که متاسفانه نمیبینه شرایط رو و متاسفانه نه تنها منافع ملی رو نمیبینه، نه تنها منافع ملی رو زیر پا میگذاره، بلکه منافع مجاهدین رو قبل از هر چیز. شما میبینید در سال 2001 11 سپتامبر وقتی که اون حمله به برج‌های دوقلو میشه و اون انفجارها در عراق، در امریکا، پنتاگون و اون تلفات بالا، مسعود رجبی جشن میگیره در اشرف و میگه اینا اسلام ارتجایی بدون رهبری عقیدتی. حالا ببینید اسلام انقلابی با رهبری عقیدتی چه میکنه؟ از این رجزخونی هایی که مطلقا هم
پایه و مایه‌ای نداره، از این حرفای مفت زیاد میشه زد و مسعود رجوی در واقع استاد این حرفای مفته. ولی خب هر انسان عاقلی میدونست، هر کسی که کمترین آگاهی سیاسی میداشت یا از عمق نگاه برخوردار بود، میدونست که این عملیات تا کجا میتونه علیه خود مجاهدین باشه، تا کجا میتونه دست اونها رو ببنده، تا کجا میتونه زمینه برای فعالیت اونها و نیروهای شبیه به اونها رو ببنده. همه میدونستن یه ورق جدیدی داره میخوره تو دنیا. شما ملاحظه کردین بهاش و عراق منطقه و خود مجاهدین به چه سنگینی پرداختن. مجاهدینی که دیگه اشرف رو از دست دادن، مریم رجوی قبلش فرار کرد، مسعود رجوی همون موقع فرار کرد، نیروهاشونو بدون دفاع در مقابل نیروهای خونریز عراقی باقی گذاشتن، دنبال جای امن برای خودشون میگشتن. امروز بدون اسلحه به عنوان پناهجو آواره در یک کمپی که خودشون ازش به عنوان بازداشتگاه نام میبرن، منتظر مرگن، منتظر مرگن. خب این بار هم میبینید وقتی داعش حمله میکنه به موسی جشن میگیرن. شما در اوبرسورباز جشن گرفتن، در پایگاه مجاهدین جشن گرفتن، از پیروزی انقلابیون عراقی در موسل نام میبردن. سایتاشون رو مراجعه کنید، شیوخ انقلابی، عشایر انقلابی، من نمیدونم یا شیخ و عشیره معنیش عوض شده یا انقلابی، چون دوتاش نمیتونه با هم جمع بشه. این که میگم مجاهدین به ناموس کلمات خیانت کردن، یکیش همینه ها. یه بحث دیگه ای که میخوام خدمتتون عرض کنم اینجاست که خب هر انسان عاقلی اینو میفهمید. من همون موقع در گزارش 93 نوشتم آقا این باعث همگرایی رژیم و غرب میشه ها، مجاهدین قبل از هرکیز باید به آشون بپردازن ها، چون حلقه ضعیفه. در همونجا گفتم این بیشترین بهره رو رژیم میبره ها، گفتم اینها به همگرایی در عراق در مقابله با داعش میرسن ها. اصلا تکذیب میکردم، گفتم داعشی وجود نداره، هواداراشون رو آورده بودن تو این کار کنفرانس ها، اینها رو با تحمیق واداشته بودن که بیان مقاله بنویسن و تکذیب بکنن اصلا داعش رو، بودن اینا انقلابیون عراقی هن. خب کوشن این انقلابیون، این انقلابیونی که تو موسل بودن کوشن، موسل پایگاه و مرکز و پایتخت داعشه، کوشن این انقلابیونی که ازش میگفتید. تازه همون روز اول هم معلوم بود با پرچم لا اله الا الله داعش دارن میان، با ماشینای داعش، با پرچم سیاه داعش، مشخص بود، تکذیب میکردن، بود اصلا داعشی وجود نداره. رهبران مجاهدین با اسامی مستعار مقاله می نوشتن. همون موقع مقاله مرداد امینی رو برید ببینید، همون موقع مقاله اسماعیل هاشمزاده ثابت رو برید ببینید، دو تا مقاله نوشته بود. من در گزارش 93 آوردم، لینکاشو گذاشتم، ببینید چجوری لجزخونی می کردن. بعد که فضاحت داعش دنیا رو گرفته، دنیا برش بسیط شده، حالا مریم رجوی اومده شده علیه داعش. و شما که تکذیب میکنید اصلا داعشی وجود نداره، انقلابیون عراقی هم نمیفهمید، این شعور و درک رو نداشت که هر گونه جنگ فرقه‌ای به نفع رژیمه. رژیم استقبال میکنه از درگیری های فرقه‌ای، چون میتونه خودش رو به عنوان حامی شیعیان، قدرت شیعه، دولت شیعه خودش رو میتونه به اونها تحمیل کنه، میتونه سربازگیری کنه، میتونه یارگیری کنه، میتونه جاپاش رو تقویت کنه، چون مردم نیاز به حامی دارن، مردم نیاز به یک قدرتی دارن که بهش اتکا کنن. خب شیعه کیه؟ معلوم رژیمه. میرن اتکا کنن به مسعود رجوی در اوبرسورباز، میرن اتکا کنن به رهبری که برای نیروهای خودش هم فراریه و غایبه و امام معصوم و امام غایب. اگه امکان داره همچین چیزی، خب شما ملاحظه میکنید
اون مجاهدینی که به دروغ همینجور که مطرح کردیم میگه آقا چند میلیون شیعه از ما حمایت کردن، 5,200,000 عراقی از ما حمایت کردن، آقا نوری المالکی ائتلافش و ائتلاف عیاد علاوی دو تا بزرگترین ائتلافات عراق رو هم دیگه 5,600,000 تا رأی بردن رو هم دیگه. وقت مسعود رجبی میگه ما 5,200,000 تا رأی داریم، خب با امیتی رئیس جمهور میشدیم اونجا. ببینید اینها یه مشت دروغ‌های نجومیه، اون دروغ‌های نجومی که به رژیم میگن راست میگن، رژیم دروغ‌های نجومی میاره، اما مجاهدین دست کمی از اون ندارن، یکی از دروغ‌های نجومیشون همینه. متاسفانه به این سمت میل میکنن و الان وضعیت منطقه رو همه ما شاهدش هستیم که چه وضعیت اسفباری در منطقه است. بنابراین نظام جمهوری اسلامی از این شرایط به نفع خودش استفاده میکنه، قلاب میندازه از آب گلالود ماهی میگیره که کمان که داره میگیره، و به همین دلیل میبینید آقای ظریف ابراز امیدواری کامل میکنه. خب یه چیزی باید این وسط بوده باشه که ابراز امیدواری کامل بکنه، تا قبل از این نمیکرد. یا عراقچی مطرح میکنه میگه چی؟ میگه ما پیشنهادات متفاوتی داریم. خب این نشون میده که نظام داره از شرایط عراق، از شرایط منطقه استفاده میکنه. مسئول رجعی باید میگریست به خاطر اتفاقاتی داشت عراق میره، اگر مسئولیت میداشت، اگر احساس مسئولیت میداشت، از فهم، درک، درایت، تیزبینی سیاسی میداشت. خب میفهمید چه بسا هم او به دنبال اینه که فاتحه مجاهدین در عراق خونده بشه، پای اونا به خارج کشور نرسه. آقای دسق سر دراز دارد، اینجا این مطلب به پایان نمیرسد. میخوام ازت خواهش کنم فرصت دیگر دوباره راجع به این موضوع با هم دیگه گفتگو کنیم. به هر حال ممنون از حضورتون، سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در این برنامه شرکت کردید. از همه مهر و محبتت به میهن سپاسگزارم. ممنونم آقای مستاقی. ممنون از شما، همچنین از بینندگان و شنوندگان عزیز که با ما همراه بودن. قربان شما. به هر حال گفتگویی بود با آقای ایرج مستاقی، امیدوارم که این گفتگوها کمکی کرده باشد. درنگ کوتاهی میکنیم و برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود. همراه ما باشید. سپاسگزارم.